این هفته گوشی ضد کرونا، اپی برای مارگزیده ها و یک بازی قدیمی. سال 1998 که بازی هاف لایف اومد بیرون و مثل بمب توی دنیای بازی‌های کامپیوتری صدا کرد، اولین بار بود که بازی از نگاه شخصیت اول داستان طراحی شده بود. هم روایت سینمایی بود، هم صحنه‌های اکشن حسابی داشت و هم شخصیت‌های منفی عجیب و غریبی داشت که هنوز که هنوز تو بازی‌های کامپیوتری کم نظیرند. Well, let's just say your hour has come again. روزی رو که هاف‌لایف اومد بیرون یادمه، نوامبر 98 بود. در تاریخ بازی‌های کامپیوتری لحظه مهمی بود. قبل از اون مهمترین بازی تیراندازی دوم بود. هاف‌لایف مغزها رو جابجا کرد. سال 2004 قسمت دوم بازی اومد. خورای هاف‌لایف هر چه منتظر شدن خبری نشد. شرکت والف که تولید کننده این بازی بود چیزی تولید نکرد تا امسال که سال 2020 باشه. همکار ما مارک چزلک چند وقت پیش رفته بود به آمریکا تا این بازی رو از نزدیک آزمایش کنه. از قرار معلوم خیلی ها تعجب کردن که والف رفته سراغ واقعیت مجازی. شرکت والف توی شهر بلوو ایالت واشنگتنه. از تولید کنندگان مطرح بازی های کامپیوتریه و ظاهراً امیدواره با هاف لایف بازی های واقعیت مجازی رو احیا کنه. عنوانی که دنیای بازی‌های کامپیوتری رو برای همیشه عوض کرد. Hey Mr. Freeman, I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about. The first Half-Life I played was probably the second one. فکر کنم من اول قسمت دوم رو بازی کردم. بعد رفتم سراغ بازی اول، ولی هر دو توی قطار شروع میشه. یعنی انگار همراه قطار با دنیای بازی آشنا و واردش میشی. می‌بینی دنیا چه خبره. آروم آروم توش غرق میشی. Everything that's going on in the world and you're slowly being immersed in it. I played the first half. من اولین Half-Life رو یکم بعد از اینکه اومد بیرون بازی کردم. یه حس عجیبیه وقتی چیزای اطراف رو گذری میبینی و درست نمیتونی بهشون توجه کنی. انگار دنیای اطرافت با 10 برابر سرعت واقعی ساخته شده باشه. اینکه میدونی ممکنه چیزهایی رو ندیده باشی به نظرم محشره. مثلا دفعه دوم که بازی میکنی یا دفعه سوم یه چیزی میبینی که دفعه اول ندیده بودی. تازه همین رو هم اتفاقی میبینی چون بیرون پنجره است و مثلا اگه سمت راست رو نگاه کرده بودی یه چیز دیگه میدیدی. الان سال هاست همه منتظرن بازی جدید هاف لایف بیاد. اولین بازیش تجربه سینمایی کاملا جدیدی بود. دومی دستکش جاذبه داشت، معما و داستان هم خیلی بیشتر از اولی داشت. و توی این 13 سال که از بازی دوم میگذره، اومدن بازی سوم تقریبا جوک شده بود. چون شرکت والف هر از گاهی اشاره میکرد که قراره یه چیزی بیاد. شایعه خیلی زیاد بود. همه یه چیز جدید میخواستن. و در نتیجه الان که بالاخره اعلام شده که یه چیزی توی همون فضا تولید شده و یه داستان بلند جدید داره، همه هیجان زده شدن. قسمت سوم قبل از هاف لایف دوم اتفاق میفته. قهرمان بازی الیکس ونسه، یه مبارز چریک که میخواد پدر دانشمندش رو از شهر 17 نجات بده. شهر 17 مرکز حمله از یه بعد دیگه فضا زمان به زمین. در سالهای اخیر حرف و وعده در مورد تولد دوباره واقعیت مجازی زیاد بوده. شرکت‌های مختلف انواع هدست‌های وی آر رو تولید کردند، ولی در نهایت شور و شوق برای این فناوری کمتر شده. یه اغراق میشه گفت کمتر بازی در یک دهه گذشته بوده که انقدر آدم چشم انتظارش باشن. اما سوال اینجاست که آیا محدود کردنش به واقعیت مجازی برای اینه که مردم هدست وی آر بخرن؟
بالاخره اینم راهی برای فروش سربند. به محض اینکه یه بازی هاف لایف رو ببرید توی واقعیت مجازی، طرفداراش میرن یه چیزی میخرن یا دست کم بررسی میکنن که چیزی رو که تا حالا نداشتن بخرن. ولی بازی فقط روی سربند شرکت والف اجرا نمیشه. با هر سربندی میشه بازیش کرد. بنابراین احتمالاً خیلی ها رو سر ذوق میاره و کل بازار واقعیت مجازی رو احیا میکنه. یکی از اهداف ما این بوده که به کسایی که با VR آشنان و به نظرشون جالبه ولی نه اونقدری که برن سراغش، یه محصولی عرضه کنیم که برن دنبالش. امیدمون اینه که این رو ببینن و بگن بریم امتحان کنیم ببینیم چیه. مدت هاست منتظر این لحظه هم. 16 سال از زمانی که هاف لایف 2 اومد بیرون میگذره و 13 سال از زمانی که یه محتوای مرتبط با هاف لایف عرضه شده. الان میخوام آخرین بازی این مجموعه رو تو واقعیت مجازی بازی کنم. با سخت افزار VR خود والف بازی کردم. اسمش رو گذاشتن ایندکس. حسگرهای کنترلی داره که حرکت دست و انگشت من رو به زبون ماشین ترجمه میکنه. در نتیجه میتونم در دنیای بازی تقریبا همون جور که در عالم واقع رفتار میکنم عمل کنم. فرصتیه که بعضی از عناصر موجود در بازی رو امتحان کنیم. یکیش دستکش جاذبه است که قاعدتا باید باهاش بتونم این رو بکشم و بگیرم و پرتش کنم سمت یکی از اون سرخاب‌ها. بالاخره اونا هم یه چیزی باید بخورن. کلن توی بازی میتونی با این دستکش جاذبه چیزهای مختلف رو بکشی سمت خودت و بذاری توی کولت برای روز مبادا. بازی رو جوری طراحی کردن که با هدست‌های VR مختلف کار کنه. ولی مشخصات فنی بازی طوریه که اگر بخوای درست بازی کنی باید کامپیوتر قوی و بروزی داشته باشی. خود ایندکس و تشکیلات VR هم ارزون نیستن. حدود 1000 پوند در میاد. در رو نمیتونم باز کنم. گیر کرده. بالاخره باز شد. ایوان. تقریبا هرچی که در بازی بهش برمیخورین مثل نمونه واقعیش در عالم واقعی. همه چیز به جز سفر کردن. یکی از جذابترین بخشای واقعیت مجازی همینه که توش چرخ بزنی و از قضا یکی از سخت‌ترین کارها هم هست. خیلی از عناصری که تو این فضا تعریف شدن با اندازه واقعیان. در نتیجه میتونی از اعضای بدنت راحت و طبیعی استفاده کنی. مثلا الان میخوام این سطح رو بلند کنم ببینم زیرش چیه. منتها اگر بخوای در فضا حرکت کنی دیگه حالت طبیعی نداره و یکی از جذابیت‌های واقعیت مجازی هم همینه که بازیکن یاد بگیره چجوری این کار رو بکنه. ما چند روش مختلف در نظر گرفتیم. یکی دو مدل مختلف تلپورت یا دورنوردی داریم و یک حرکت مرسوم‌تر که اسمش رو گذاشتیم حرکت پیوسته. بعضی ها با این راحتن، بعضی ها با اون. همه جا پر کله خرچنگی و زامبیه. بذار ببینم اینجا مهمات اضافی پیدا میکنم یا نه. فکر کنم به زودی لازمم میشه. این بازی مثل بازی های معمولی VR نیست، چون 15-16 ساعت بازیه. خیلی طولانی تر از بازی های واقعیت مجازیه. بذار اول قال این سنگر رو بکنم. بیا برو این ور. واقعا نفسگیره. اوه. لباسیرم رو باید عوض کنم. بازی جنگی رو کاملا برده به یه سطح دیگه. واقعا آدم از ترس خودش رو خیس میکنه. سوال اساسی اینه که آیا این بازی میتونه اون بازی باشه که باعث شه مردم برای VR هزینه کنن؟ کاملا ممکنه که هاف لایف الیکس واقعیت مجازی رو در سال 2020 بهتره کنه. هم به این علت که یکی از بهترین و محبوب ترین بازی هاست، هم به این خاطر که تعداد تولید کننده هایی که اینجور بازی های عظیم رو برای واقعیت مجازی بسازن زیاد نیست. ممکنه هاف لایف الیکس به تنهایی VR رو همه گیر نکنه، ولی احتمالا یه موج جدیدی رو بین سازنده هایی که روی پروژه های مشابه VR کار میکنن راه میندازه و همین هم اتفاق خیلی مهمیه. فکر کنم تنها بازی که میتونه من رو بکشه سمت VR همین بازی‌های تولید ولوه. تنها مشکل اینه که ممکنه وسط بازی که دارم با جک ماشین پلیس ویژه رو میزنم یوهو خانومم بیاد توی اتاق. باید دید در هفته‌ها و ماه‌های آینده هاف لایف الیکس اون اثری که انتظار میره رو میذاره یا نه.
این هفته اعمال محدودیت واتساپ بر فرستادن دوباره پیام‌ها 70% از انتشار پیام‌های وایرال کم کرد. هدف این اقدام ممانعت از پخش اطلاعات غلط درباره ویروس کرونا است. از زمان قرنطینه خانگی، دانلود غیرقانونی فیلم‌های سینمایی در کشورهای مختلف افزایش قابل توجهی داشته و بازی ناتی داگ لست آف آس قسمت دوم این هفته ظاهراً توسط یکی از کارمندان سابق شرکت سازندش به اینترنت درز کرده. بعد از این درز زودرس اعلام شد که این بازی 19 ژوئن وارد بازار میشه. عرضه بازی قبلاً به خاطر شیوع کرونا به تعویق افتاده بود. کنترل از راه دور رو فراموش کنیم. دیگه میشه با عضلاتمون هم ربات‌ها رو کنترل کنیم. یک تیم در واحد سیسیل دانشگاه MIT سیستم کنترلی طراحی کردن که از عضلات بدن انسان برای ارسال سیگنال به حسگرهای روی یک دستگاه پوشیدنی استفاده میکنه تا بشه یک ربات رو هدایت کرد. اگر میخواین بدونین مغز هوش مصنوعی چطور کار میکنه، شاید این موش مجازی ایده‌ای بهتون بده. محققان دیپ مایند دانشگاه هاروارد یک موش مجازی طراحی کردن که توسط هوش مصنوعی هدایت میشه و میتونه وظایف پیچیده‌ای رو انجام بده. محققان امیدوارن این موش به اونا کمک کنه تا چگونگی طرز کار مغز مصنوعیش رو درک کنن. و در آخر ازدواج در زوم رو فراموش کنید. نظرتون در مورد مراسم عروسی در بازی انیمال کراسینگ چیه؟ استفان و جانا که به خاطر شیوع بیماری مجبور شدن عروسیشون رو در دنیای واقعی تا زمستان آینده به تعویق بندازن، با برگزاری یه مراسم مجازی در بازی معروف نینتندو ویروس کرونا رو شکست دادن. کارشناسان مدام بهمون میگن که بهترین راه مبارزه با ویروس کرونا اینه که دستهامون رو حسابی با آب و صابون بشوریم. من تا وقتی بیرونی ممکنه دستشویی و صابون دم دستمون نباشه. برای همین همه دنبال ژل ضد عفونی هستن. به حدی که خیلی جاها ژل کمیاب یا نایاب شده. یه شرکت تایوانی که سال گذشته رفته بودیم سراغش ادعا میکنه که راه حل مشکل رو پیدا کرده. اسمش الکرینه و هر کسی میتونه باهاش ماده ضد عفونی کننده درست کنه. The first step is we just add water. گام اول اینه که آب می‌ریزیم توی راکتور برقی و ساختار مولکولی آب تغییر می‌کنه به پروکسید هیدروژن. پروکسید هیدروژن یه جور ضد عفونی کننده است که به راحتی می‌تونه ویروس یا عامل بیماری رو از بین ببره. Damage the structure of virus and bacteria. کارشناسان الکرین ادعا میکنند که این ماده ضد ویروس کرونا است، اما مشکل اینجاست که هرچی داشتن فروختند. اما مسئله که فقط شستن دست نیست، پس دستگاه ها و وسایلمون چی؟ کرونا که اومد خیلی از ترس اینکه گوشی موبایلشون ویروس نداشته باشه زیر و روش رو ژل ضد عفونی کننده مالیدن. ولی بعضی از ژل های ضد عفونی کننده اون لایه اولئوفوبیک روغنی که روی نمایشگر هست و باعث میشه که اثر انگشت روش نمونه رو از بین میبره. الان این دو تا گوشی رو با هم مقایسه کنید. لایه اولئوفوبی که سمت راستی از بین رفته و انگار باش پیتزا خوردی. پر از اثر انگشت روغنه. روی چپی هم اثر انگشت هست ولی خیلی کمتره. اما اگه با یک دستمال میکروفیبر بکشیم روش اثر انگشت‌ها به راحتی پاک میشن. اما وقتی روی سمت چپی میکشیم یه مقداری از کثیفی پاک میشه ولی از بین نمیره. اگه هم انگشت بذاریم رو هر دو روی سمت راستی حال به هم زنه، ولی اون یکی اصلا اونقدر بد نیست. اما سوال این که چجوری گوشیامونو تمیز کنیم که خراب نشن؟ بهترین پاسخ رو از دکتر لانا استریچ بشنوید که میکروب شناسه. اصلا لازم نیست به گوشیتون مایع ضد باکتری یا ضد ویروس بزنید. با همون آب و صابون بشورینش. گوشی رو از برق بکشین، خاموش کنین، قابش رو در بیارین. یه پارچه میکروفیبر رو با آب و صابون معمولی خیس کنین و آروم بکشین روی تلفن. مواظب باشین رطوبت به جاهای گوشی که بازه نره. برای اینکه حتی گوشی‌های ضد آب هم به مرور خاصیت ضد آبشون رو از دست میدن. بعد هم با یه دستمال میکروفیبر تمیز خشکش کنین. ولی بدون ژل ضد باکتری یا ضد ویروس از کجا معلومه که واقعا تمیز شده باشه؟ با یه دونه از اینا میتونیم امتحان کنیم ببینیم زیر نور RLU چقدر فعالیت میکروبی روی سطح موبایل رو میبینیم. هرچی عدد بزرگتر باشه آلودگی بیشتره. نتیجه خیلی خوبه. مثلا برای سطح ابزار جراحی زیر 50 خوبه. ولی الان همه این گوشی ها پایین تر از این عددن. در نتیجه مشکلی نیست. این یعنی با همون آب و صابون و بدون ژل ضد ویروس کاملا تمیز شدن.
ماده اصلی صابونه که پاک کننده است. در واقع کثیفی و عوامل بیماریزا رو از روی سطح گوشی بر می‌داره. بعد هم که آب می‌کشین کامل پاک میشه و تمیزه. اما راه‌های دیگه برای پاکسازی گوشی هست. اپل همین چند وقت پیش اعلام کرد که برای تمیز کردن گوشی‌های آیفون میتونید از دستمال‌های مرطوب ایزوپروپیل با خیال راحت استفاده کنید. این دستمال‌ها رو فروشگاه‌های کامپیوتری می‌فروشن. ابزارهایی هم هست که با اشعه مابره بنفش گوشیتون رو استریل میکنه، مثل این که اسمش هست فون سوپ یا صابون گوشی. قیمتش حدوداً 80 پوند، البته ارزونترش هم پیدا میکنید. کافی که 10 دقیقه گوشی رو بذارید این تو که بپزه. امکان شارژ کردن همزمان هم وجود داره، ولی خب کی توی 10 دقیقه میخواد گوشیش رو شارژ کنه؟ سازندش میگه آسیبی به گوشی نمیزنه، ولی رنگ بعضی از گوشی‌ها یا قاب‌ها ممکنه بعد از یه مدتی که بذارین زیر این بپره. اما اگه اون صفحه محافظ اولئوفوبیکی که اول گزارش گفتیم رو اشتباهی پاک کردید، یک راه حلایی براش هست. اول اینکه میتونید نمایشگر گوشیتون رو عوض کنید که خب گرونه و برای خیلی به صفحه نیست. راه حل بعدی اینه که از این ورقای سخت محافظی که رو گوشی میچسبونند بگیرید که نسبتاً هم ارزون هستن، یا از اینا استفاده. بهش میگن نانو لیکوید یا مایع نانو. شرکت سازندش میگه این وایپ رو که روی صفحه بکشید، یه لایه دیوکسید سیلیس روی صفحه اضافه میکنه و تا یک سال همون خاصیت اولیوفوبیک صفحه رو برمیگردونه. قیمتش حدوداً 20 پونده. باید حداقل نیم ساعت بذارید روی صفحه بمونه و نتیجهش هم به نظر خیلی خوبه. فقط یادتون باشه هر بار که گوشی رو تمیز میکنید، به محض اینکه بهش دست بزنید آلودگی از دستتون بهش منتقل میشه. و همچنان مهمترین توصیه همینه که دستتون رو درست و مرتب بشورید. چند وقت پیش کتابخونه بریتانیا تعدادی از کره های زمین رو که بعضاً 400 سال عمر دارن آنلاین کرد. اون هم به صورت تصویرهای 360 درجه و تعاملی. موضوع فقط ثبت همیشگی این اشیای شکننده نیست. بیشتر اینه که افراد زیادتری به اینا دسترسی داشته باشن. پروژه دیجیتال گلوبز قراره نهایتاً 30 تا کره رو به صورت مجازی به نمایش بذاره، بدون اینکه اصل کره ها به خطر بیفته. اینجا فرایند عکس برداری از سطح کره ها با دوربین انجام میشه. در واقع از کل کره عکس نمیگیریم، از بعضی از عنصرهاش عکس میگیریم. به این فرایند میگیم فوتوگرامتری. عکس ها رو که میدیم به کامپیوتر، یک نرم افزار همه رو میذاره کنار هم و یک کره کامل میسازه. وقتی تصویرها همه به هم چسبید، رنگش رو هم درست میکنن. این چارت رنگ مال همینه؟ درسته. ضمن اینکه چاپ سه‌بعدی هم میکنیم. وقتی میخوای چاپ سه‌بعدی کنی، باید رنگها دقیقاً مثل اصلش باشه. بنابراین میشه هر کی برای خودش یه نسخه از اینها داشته باشه. البته کره هاش همچین دقیق هم نیست. توی این یکی کالیفرنیا جزیره است. ولی اینجوری نیست که قرن 18 هم نمیدونستن. بعضی نقشه های قدیمی تر از این جای کالیفرنیا توشون درسته. نقشه ها رو به دلایل مختلف عمدن نادقیق میساختن. مثلا برای اینکه رقبا رو به غلط بندازن و به مسیر غلط یا جهت غلط بکشونن. این تصویرها علاوه بر وبسایت کتابخانه بریتانیا، یه نسخه واقعیت افزوده هم داره که با یه اپلیکیشن به نام اسکیچ فاب کار میکنه. با هر وسیله‌ای که واقعیت افزوده داشته باشه هم کار میکنه. مثلا این نقشه. میزنم روش، نقشه جلوم باز میشه و میتونم هر جای دنیا که بخوام سفر کنم. تضاد جالبیه. چیزی که الان به چشم ما اینقدر کهنه میاد، یه موقع فناوری روز بوده. بعد الان ما داریم با واقعیت افزوده قاطیش میکنیم که فناوری روز عصر ماست. خلاصه اینکه هرچند این نسخه های مجازی یکم تر و تمیز شدن، ولی خود کره ها همچنان درس تاریخن. نشون میدن یه موقع دنیا رو چجوری میدیدن. نه فقط جغرافیا، بلکه همینطور سیاست رو. در بخش اول برنامه درباره خطر ویروس کرونا گفتیم. حالا میخوایم بریم سراغ یک خطر دیگه، نیش مار. سالانه در جهان بیش از 5 میلیون نفر دچار مارگزیدگی میشند. زهر مار خطرناکه، میتونه فلج کنه و حتی بکشه. هند یکی از کشورهایی که بالاترین آمار مرگ و میر به خاطر مارگزیدگی رو داره، 10,000 نفر در سال. اما آیا یه چیزی مثل اپلیکیشن موبایل میتونه
این آمار رو بیاره پایین. دیوید رید رفته به گجرات در غرب هند تا ببینه میشه یا نه. این دوستان دارن میرن شکار یکی از خطرناکترین جانداران دنیا، مار کبرا، که بسیار سمیه. از یه اپلیکیشن جدید استفاده میکنن که نجات بخشه. اپلیکیشن خبرشون کرده که یه مار کبرا توی یه کارگاه گجرات دیده شده. برای اینکه بگیرنش و برگردوننش به طبیعت، اول باید وسط این همه خرت و پرت که نصف شبیه ماره پیداش کنن. احتمالاً یه مدت مشغول خواهند بود. میریم بعداً میایم سراغشون. اول میریم به بیمارستان ببینیم این اپلیکیشن چرا اینقدر مهمه. راهنمامون خوزه لوئیز متخصص حفاظت از محیط زیسته که با اپلیکیشن مارهای هندی ما رو میبره اونجا. اینجا واپیه. تا والستاد 25 کیلومتر راهه. این اپلیکیشن به شخص مارگزیده میگه بیمارستان‌های نزدیک کجاست و کدوم پادزهری رو داره که میتونه جونش رو نجات بده. میخوام ببرمتون پیش پزشک متخصص مارگزیدگی در دارانپور. بیمارستانش اینجاست. هم نشونیش، هم اسمش، هم شماره تلفنش. ظاهراً موقع شلوغی مارگزیدگی رسیدیم. مدت خیلی خیلی کوتاهی رسیدیم اینجا و تو همین مدت ظرف 5 دقیقه اخیر 3 نفر به خاطر مارگزیدگی اومدن اینجا. محلی ها معمولاً ماری که نیش زده رو میکشن تا معلوم باشه چه ماری نیششون زده. این معروف به گرز مار راسل، خیلی سمیه. مشکل اینجاست که تزریق پادزهر هم بی خطر نیست. در نتیجه پزشکا قبل از تجویز آزمایش‌های مختلفی می‌کنن که مطمئنشن زهر واقعاً وارد بدن شخص شده و اصطلاحاً مارگزیدگی خشک نیست. 48 ساعت تحت نظارت خواهد بود. اگه علائم مسمومیت ببینیم پادزهر رو استفاده می‌کنیم. اما خیلی وقت‌ها فرصت منتظر شدن نیست. بعضی از مارگزیده ها وقتشون رو تلف میکنن. به جای اینکه بیان بیمارستان میرن سراغ جادو و جنبل. یکی از دلایلی که هر سال این همه هندی به خاطر مارگزیدگی میمیرن همینه. برخی آمارها میگن بین 50 تا 60 هزار نفر. اپلیکیشن مارهای هندی برای اینی که مردم رو سریع برسونه به بیمارستان. اولین لحظه همون چند دقیقه اول و ساعت اول بعد از مارگزیدگی بسیار بسیار مهمه. مشکل بزرگ ما اینجا اینه که مردم مستقیم نمیرن بیمارستان، میرن سراغ طبیب سنتی محلشون که بهش اعتماد دارن. بعد که اون نتونست کاری بکنه میرن بیمارستان. اولین مورد در فهرست بکنید نکنید های اپلیکیشن اینه که سراغ جادو جنبل نرید. دوم این که ادای هنرپیشه توی فیلم ها رو در نیارین که زهر رو میمکن بیرون. یه راهنمای شناسایی مارهای سمی هم داره. میتونی بزنی روی تصویرش و درشتش کنی و مار رو دقیق با جزئیات ببینی. اپلیکیشن امکان خبررسانی هم داره. اگه مار دیدی میتونی درخواست کمک کنی. میزنی روی این. اینجا محلیه که خودت هستی. نزدیکترین امدادرسان رو پیدا میکنی و به هیچ زنگ میزنی. این دوستان رو که یادتونه. بریم ببینیم کارشون به کجا رسید. ظاهراً موفقیت آمیز بوده. مار رو بین این همه سیم پیدا کردن. مار به صورت غریزی رفته سمت کیسه سیاهشون و با یکم تقلا همونجا گرفتارش کردن. اپلیکیشن مارهای هندی فقط برای کمک به امدادگرها و نجات جون مارگزیده ها نیست. برای حفاظت از مارها و شناختشون به ویژه در برخورد با انسان هم به کار میاد. کلی اطلاعات در مورد آرایش جمعیتی و باگی شناسی نیش مار از جاهای مختلف کشور به ما میرسه. یعنی با این اپلیکیشن هم آگاهی بخشی میکنیم، هم اطلاعات میگیریم. به نظرتون در مورد مارها سوء تفاهم وجود داره؟ کاملا. کمتر موجودی به اندازه مار بد فهمیده شده. هدف اصلی این اپلیکیشن اینه که مردم هند رو به این موضوع حساس کنه که هم به نیش مار رسیدگی کنن و هم از مارها حفاظت کنن، بلکه در آینده به همزیستی برسن. آموزش بهتر درباره پیشگیری و درمان نیش مار میتونه برخورد ما رو با جانوری که شاید بیش از هر جانور دیگه ای ازش میترسیم تغییر بده. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. یک لیستی به نام کلیک اونجا هست که میتونید این برنامه و برنامه‌های پیشین رو اونجا ببینید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون.
تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.